خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و شاگردای دوست داشتنی. امیدوارم که همیشه در زندگیتان شاد و موفق و کامگار باشید و حال شما عالی باشد. در سلسله درس‌های ریاضی صنفی 11 هم قرار داریم و در این بخش می‌خوایم درباره معادله هایپربولا صحبت کنیم که معادله هایپربولا، معادله چهارم هایپربولا x y منفی k کل مربی بر a مربع منفی x منفی h کل مربی بر b مربع مساوی به 1. معادله چهارم هایپربولا است. معادله چهارم هایپربولا هست و از معادله چهارم مثال کار میکنیم. اما یک مقداری در شکل دقت بکنید، در شکل ما معادله چهارم به این شکل داریم: قطر بزرگ یا به اصطلاح محور تناظر هایپربولا موازی با محور وای است. شکل تقریبا شکلش این شکل رسم میشه. خب در اینجا که وای منفی که کل مربع بر مربع منفی اکس منفی اچ کل مربع بر بی مربع مساوی به 1 هست، مختصات رسم احراق و معادله مجانب ها را، معادله مجانب ها و معادله موجه را در نظر میگیریم. در مختصات رسم ای اچ و که جمع است، یعنی روی محور وای به اندازه ای اضافه میشه. این نقطه اچ و که هست. خب در روی محور وای به اندازه ای اضافه میشه که میشه که مثبت ای. اذا بر اچ مساوی است با که منفی ای، از که فاصله ای را تفریق میکنیم، مختصر به دست میاد. بی اچ جمع بی و که، در این نقطه اچ است، بی را دزی اضافه کنیم، اچ جمع بی میشه و ایم اچ منفی بی به این دو طرف قرار میگیره. مختصات محراب اف مساوی است با اچ و که مثبت سی. خب اچ، خب روی محور اکس اچ است، اضافه نمیشه. روی محور وای به اندازه سی اضافه میشه که میشه که مثبت سی، و روی محور پایین روی محور منفی وای به اندازه سی تفریق میشه. به این فاصله از ای از که تفریق میشه. خب معادله مجانب ها را در اینجا x مساوی به، خب معادله موجه در اینجا y مساوی میشه به y مساوی به a بر e x a بر e y مساوی به a بر e. اما معادله مجانب ها y مساوی هست به مثبت منفی a بر b ضرب در x، a بر b ضرب در x منفی اچ، اینی که این طرف بیاریم مثبت کمش. خب یک مثال است که اینجا اول این مثال تبدیل شوه به شکل معیاری، بعد از او حلش بکنیم. خب 9x مربع منفی 4y مربع مثبت 54x مثبت 16 y منفی 79 مساوی به 0. ای معادله انکشاف داده شده هایپربولا هست. خب حالا ما اول را تبدیل میکنم به شکل معیاری که به شکل وای منفی که کل مربع بر ای مربع منفی اکس منفی اچ کل مربع بر بی مربع مساوی به یک به شکل بیاید. بعد از او میتونیم که مختصات را نشانه بکنیم. خب اول این کاری که میکنیم اینی 54 اکس کنار 9 اکس مربع میاریم، به خاطر از اینکه دینج فاکتور مشترک گرفته بتانیم. منفی 4 وای مربع 16 وای می طرف میاریم، مثبت 16 وای در کنار از قرار دادیم، منفی 79 مساوی به 0. حالا در این قسمت از 9x مربع و 54x نور فاکتور میگیریم، نور که فاکتور بگیریم ضرب در x مربع مثبت 6x میشه، یعنی 9 ضرب x مربع 9x مربع، 9 ضرب 6 54x، 9 ضرب 6x 54x رو به دست میده. در قسمت هم 4 اینجا فاکتور میگیریم، منفی 4 ضرب در وای مربع مثبت 4 وای 16 است، فاکتور 4 گرفتیم 16 میشه 4 و منفی 79 مساوی به 0. در اینجا از یک روش داریم به نام روش تکمیل مربع. از روش تکمیل مربع این اینجا این کار میکنیم تا شکل مربع کامل به خود بگیره. 9 ضرب در x مربع مثبت 6x مثبت، اینی 6 ضرب x تقسیم 2 میکنیم مربع میکنیم، 6 تقسیم 2 میشه 3، 3 رو مربع میکنیم میشه 9. خب این عدد مربع از عدد مثبت و منفیش در اینجا گرفته میشه،
9 و منفی 9. منفی 4 زد در وای مربع مثبت 4 وای مثبت باز هم 4 وای ضریب وای دوباره تقسیمی 2 میکنیم مربع میکنیم 4 تقسیم 2 میشه 2 دو مربع میکنیم میشه 4 مثبت و منفی شده در اینجا اضافه کردیم منفی 79 مساوی به 0. خب حالا اینی x مربع مثبت 6 x مثبت 9 شکل مطابقت کامل داره که x مثبت کل مربع میشه. خب 9 ضرب در x مثبت 3 کل مربع و 9 ضرب در 9 هم 81 منفی 4 ضرب در این 3 حد و شکل مربع کامل هست y مثبت 2 کل مربع منفی 4 ضرب در y مثبت 2 کل مربع منفی 4 ضرب در منفی 4 مثبت 16 منفی 79 هم خودش. 9 ضرب در x مثبت 3 کل مربع و منفی 4 ضرب در y مثبت 2 کل مربع منفی 81 و مثبت 16 و منفی 79 را این طرف مساوات آورده. خب 81 و 79 علامش منفی بود مثبت شد و 16 که مثبت بود علامش در این طرف آورده منفی شد. 9 ضرب در x مثبت 3 کل مربع منفی 4 ضرب در y مثبت 2 کل مربع مساوی است به چه؟ 79 و 81 جمع میکنم 80 و 80 160 میشه. از 160 که 16 را کم کنیم 144 باقی میمونه. پس 9 ضرب در x مثبت 3 کل مربع منفی 4 ضرب در y مثبت 2 کل مربع مساوی به 144. در اینجا دو طرف تقسیم 144 میکنیم. هم تقسیم 144 هم تقسیم 144 و هم تقسیم 144. خب زمانی که تقسیم 144 کردیم اینجا تجزیه اختصار میکنیم. 199 199 اینجا 14 هست 5 باقی میمونه 5 در کنار 4 54 میشه که 6 نمیشه 54. در اینجا 1 4 4 3 4 12 2 باقی میمونه در کنار 4 میشه 24 6 4 24 و این شکل شد x مثبت 3 کل مربع بر 16 منفی y مثبت 2 کل مربع بر 36 مساوی به 1. یه هم شکل معیاری معادله دریافت شد. حالا مختصات رسم محراق دریافت میکنیم. خب در اینجا a مربع را مساوی به 16 داریم. a مربع 16 a مساوی میشه به مثبت منفی 4 از دو طرف جذر میگیریم. b مربع مساوی است به 36 از دو طرف جذر میگیریم b مساوی میشه به مثبت منفی 6. خب c را دریافت میکنیم که مساوی است به جذر a مربع مثبت b مربع. خب حالا a مربع را قیمتش 16 داریم و b مربع را هم مساوی به 36 داریم. 16 و 36 مساوی میشه به 52. 52 را هم تقریبا 7.5 میگیریم. خیلی خوب A و B و C را دریافت کردیم. حالا میاییم مختصات رأس و محراق نشانه. خب حالا مختصات رأس داریم که H و H مساوی داریم به منفی 3 و K مساوی داریم به منفی 2. اول H و K را در اینجا نشان میدیم. خب h منفی 3 و k منفی 2. منفی 3 و منفی 2 عبارت از h و k است. در اینجا داریم h و k مثبت a. h منفی 3 و k منفی 2. a را هم داریم مثبت 4. b بخشید a زبر h و منفی 3 h و منفی 3 و منفی 2 که منفی 2 و یا منفی 4 که مساوی میشه به در اینجا میشه 3 و مثبت 2 در اینجا میشه منفی 3 و منفی 6. خب مختصات محراق F مساوی هست به H و H منفی 3 که مثبت 3 که منفی 2 و مثبت 3. 3 را داریم 7.5 تقریبی. خیلی خوب میشه منفی 3 و 2 از 7 تفریق میشه 5.5 بقیم. F زبر منفی
سه و H منفی سی ایجه داریم منفی دو و سی رم داریم منفی هفته شاریه پنج منفی سه منفی دو منفی هفت منفی نو اشاره پنج یه مختصاتی رس و محراق خب معادله ها رو چرخم داریم x y x مساوی داریم به a بر e و y موی منفی که مساوی است به b بر a ضرب در x منفی h این یه معادلش قیمت داره در اینجا وز میکنه قیمت داره زمانی که وز کنیم اینجا x مساوی میشه به a بر a a را مساوی داریم به قیمت a 4 و ای را نداریم ای را باید اول دریافت کنیم بعد بیریم قیمت ای مساوی است به c بر a خب c را داریم جذری 52 جذری 52 بر a ای را هم داریم 4 خب حالا 4 بر جذری 52 بر 4 یا 4 بر 1 ضرب در 4 بر جذر 52 4 4 16 بر جذر 52 یم x y منفی که مساوی است به y منفی که کرم داریم مساوی به 2 میشه y مثبت 2 مساوی به b بر a ضرب در b را داریم 6 a را هم داریم 4 6 بر 4 ضرب در x منفی h اینجا هم 3 داریم اینجا هم اختصار میکنیم 3 2 6 2 2 4 y مساوی میشه با 3 بر 2 x 3 بر 2 x 3 3 9 9 بر 2 بعد 9 بر 2 و دور این طرف مساوات میاریم که در نتیجه y مساوی میشه با 3 بر 2 x 2 2 4 5 9 منفی 4 5 میشه 5 بر 2 خب حالا y مساوی شد به 3 بر 2 x مثبت 5 بر 2 یه معادله موجه خیلی خب حالا این مختصات رسم احراق داریم ما میتونیم که گراف زیرا رسم بکنیم خب فرض کنیم در اینجا ما میتونیم گراف شرا رسم کنیم خب چرا کار داریم؟ ما اینها رو کار نداریم فعلا منفی 3 و منفی 2 هم که داشتیم مرکز منفی 3 و منفی 2 او یا سی هرچی که بگیره مرکزه این شکل است خب حالا محور کمیات وضعیه را رسم میکنیم منفی 3 و منفی 2 x منفی 3 یعنی 2 3 و y هم منفی 2 منفی 3 و منفی 2 ای هم عبارت از مرکز مرکز هایپربولا ا مثبت 4 مختصات چی رو داره منفی 3 و مثبت 2 x منفی 3 و y مثبت 2 منفی 3 مثبت 2 ای از ا منفی ا منفی 3 و منفی 6 منفی 3 منفی 4 منفی 5 منفی 6 ای ازبر محراق منفی 3 و 5 اشاره 5 2 3 4 5 5 اشاره 5 اینی هم محراق و منفی 3 و منفی 9 اشاره 5 اگر 6 در نظر بگیریم اینی 7 8 اینی هم 9 منفی 9 اینی هم اف زبر خب حال گراف از زیرا به این شکل رسم میکنیم تقریبا این شکل این گرافش رسم شد درست است؟ منفی 3 و مثبت 2 منفی 3 خب این هم شد معادله هایپربولا که مثال از این کار کردیم امیدوار هستم که
سوالا را شما فهمیده باشین و استفاده کنین. حل مثال در ریاضی خیلی مهم است که یک مثال وقتی که ما کار میکنیم با استفاده از رویشی که مثال کار شده مثال های دیگر هم کار کنیم. زمانی که مثال های دیگر کار شد باز وقت میتونین که خود شما هر مثال را با استفاده از یک رویشی که یاد گرفتین کار کنین. امیدوار هستم که از این چیزهای خوبی را یاد گرفته باشید. ویدیوهای ما رو لایک کنید به خاطر از اینکه یوتیوب شما را از جدیدترین ویدیوها با خبر بسازد. تا دیدار دیگر شما را به خداوند پاک می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.